و حال هم آغاز برنامه همگام با رویدادها. 20 سال پس از حمله های 11 سپتامبر طالبان دوباره به افغانستان حاکم شدند. آمریکا پس از حمله های 11 سپتامبر و آنچه که مبارزه با هرس افغانی میخواند در 7 اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله کردند و نظام طالبان را سرنگون ساختند. 20 سال پیش زمانی که طالبان اداره کشور را در دست داشتند، بر برج‌های تجارتی در نیویورک حمله صورت گرفت که بیش از 3000 نفر در آن کشته شدند. آمریکا القاعده را مسئولین حمله ها اعلام کرد و گفت که این حمله ها در افغانستان سازماندهی شدند. خب من صدای شما را میشنوم. جهان نیز صدای شما را میشنوه و کسانی که این ساختمان ها را ویران کردند، به زودی صدای تمامی شما را خواهند شنید. بر بنیاد گزارش ها، امریکا از طالبان خواهان تحویل دهی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شده بودند، اما طالبان در آن زمان این خواست را رد کردند که سبب حمله امریکا به افغانستان خوانده شد. از نظامیان متحدان و جنگجویان دلیر افغان سپاسگزاری می کنم. رژیم طالبان رو به پایان است. در سال 2011 اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا تصمیم گرفت که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. این تصمیم در زمان حکومت دونالد ترامپ نیز تقویت شد و سرانجام دولت وی توافقنامه دوحه را به امضا رساند. با این ترتیب حکومت بایدن نیز خود را ملزم به اجرای این توافقنامه دانست، اما معتقد بود که طالبان پس از خروج به افغانستان تسلط نخواهند یافت. اما پیش از خروج تمام نیروهای خارجی، حکومت اشرف غنی از هم پاشید و طالبان پس از 20 سال دوباره اداره کشور را در دست گرفتند. حمایت متزلزل که اینا از افغانستان داشتند، که هرگز در پی ساختن افغانستان نشدند، در پی ساختن بنیادهای دموکراتیک در افغانستان نشدند، حمایت از شفافیت و به حساب ما صداقت و پاکی و باسازی افغانستان نشدن، مثل که اینا میگن که ما در پی ملت سازی نبودیم. اصلا اینا اهدافشان اهداف بسیار استخباراتی بود، اهداف بسیار مزورانه بود، بسیار اهداف مخربانه بود. حالا این پرسش مطرح می شود که امریکا تا چه اندازه موفق بوده است. این پرسش در حال مطرح است که وزیر دفاع امریکا خود در این اواخر نگرانیش را از برگشت دوباره القاعده ابراز داشته است. برخی از سیاستگران در کشور میگویند که اگر به طالبان و احزاب اسلامی در کنفرانس بن جا داده میشد، افغانستان دوباره به میدان جنگ مبدل نمیشد. از سوی هم برخی ها به نیت آمریکا در افغانستان به دیده شک مینگرند و میگویند با آنکه خون هزاران تن در افغانستان ریخته شد، اما جنگ ها در کشور پایان نیافتند. شهروندان کشور از طالبان میخوان که نشست ناکام بن را تکرار نکنند و در حکومتشان تمام اقوام و جریان‌های سیاسی را جا دهند. نشست جهانی بن به روز 21 ماه نوامبر سال 2001 میلادی به هدف پر کردن خلای قدرت پس از سرنگون شدن طالبان در آلمان برگزار شد. نمایندگان تمامی جریان‌های سیاسی بجز از نمایندگان طالبان و حزب اسلامی در این نشست شرکت داشتند. آگاهان مسائل سیاسی میگویند عدم حضور نمایندگان طالبان و حزب اسلامی در نشست بن منجر به این شد که افغانستان آهسته آهسته به بی‌ثباتی رو آورد و میدان‌های نبرد در کشور شعله‌ور شوند. کم جفا چ التا خلیلزاد د افغانانو سره وکړه، هغه دا چې ما خپل ورته وویل چې حزب اسلامی او د طالبانو تحریک دعوت کړه، ولې هغوی نه راځي؟ مالک را نقلل ستا خبره به پیپاتی وی چې ما خو دعوت کړلی تاسو را نغلی، نو لاس داسې کو چې نور هغوی سر نشي جګولی. نو کله چې مې کابل کې ولیدو، نو ما ورته وویل چې خلیلزاد صاحب اوس د حکمتیار صاحب لیدلو ته دارلمان ته ځي او د ملا یعقوب صاحب لیدلو ته ارزګان ته ځي. طالبان بایستې ګروه مخالف سیاسي افغانستان مد نظر گرفته نشده بود، روابط افغانستان با پاکستان مد نظر گرفته نشده بود. از سوی هم باورها بر این هستند که پس از برگزاری کنفرانس بن، مقام های پیشین آنچه را که برای تامین صلح در کشور لازم بود انجام ندادند. همین کنفرانس بن که دایر شد، همین نظام دولت را که برای ما تشکیل دادن،
این دولت برای منافع مردم هیچ کار نکردن. بغیر از اینکه مو دولت مردا جیبای خود پر کردن، موتورای لوکس سوار شدن، دیگه بلدنگا برای خود جور کردن، برای مردم چیزی فایده نرساندن. دی بون کنفرانس که زموږ افغانانو ډیره گیله د زلمی خلیلزاد نه ده، ځکه هغه وخت کې ده هم ډیر رول لرله او دوی په لوی لاس باندې یو اکثریت کشور د افغانستان د دو کنفرانس نه محروم وساتل. شهروندان کشور میگویند که ایجاد حکومت همه شمول تنها راه برای پایان نبردها در کشور است. آنان از طالبان میخواهند تا از بهر ایجاد یک حکومت همه شمول درهای گفتگو را با مخالفان سیاسیشان باز نگه دارند. بر بنیاد آمارها پس از رویداد 11 سپتامبر در نتیجه نبردها در افغانستان نزدیک به 48,000 غیر نظامی جان باختند. بر بنیاد گزارش‌ها از زمان آمدن نیروهای خارجی به افغانستان تاکنون نزدیک به 4,000 نظامیان خارجی و بیش از 100,000 نیروی دولتی و طالبان نیز جان باختند. این نبردها افزون بر تلفات جانی زیانهای هنگفت مالی را نیز در افغانستان بر جا ماند. ایالات متحده آمریکا با شعار نابودسازی شبکه القاعده در افغانستان حمله های نظامیش را آغاز کرد. پس از برگزاری کنفرانس بن، اداره موقت در افغانستان به میان آمد و حامد کرزی همچون رئیس جمهور موقت افغانستان برگزیده شد. اما نبردها پایان نیافت و در 20 سال گذشته جنگ ها میان طالبان و نیروهای حکومتی وقت ادامه داشت. طالبان در اوایل نظام جمهوریت به گروه مخالف مسلح دولت مبدل شد و در برابر نیروهای خارجی و نیروهای دولتی نبرد را آغاز کردند. بر بنیاد یک گزارش اسوسییتد پرس، در این نبردها بیش از 100,000 تن به شمول نیروهای خارجی جانهایشان را از دست دادند. در نبردهای 20 سال اخیر در افغانستان 3592 نیروی خارجی جان باختند که از این میان 2448 نیروی آمریکایی و 1144 نیروی کشورهای عضو ناتو هستند. در نتیجه حمله های انتحاری، انفجارها و درگیری های هدفمند 3846 تن از قراردادی های نیروهای آمریکایی نیز جان باختند. امریکایان په وضو باندې بمبار وکړي، په جنازو باندې بمبار وکړي، په نورو ځایو باندې جلسو باندې بمبار وکړي، په کلو په وطنو باندې بمبار وکړي، په مساجدو بمبار وکړي. ورسره هغه افغانان چې ورسره ملګري وو، نو دلته څو رقم خلک د منځه ولاړه، طالب د منځه ولاړي او ډېر ملت د افغانستان د منځه ولاړي، د حکومت خلک د منځه ولاړي، ولاړه امریکایان خپله د منځه ولاړه. در نبردهای 20 سال پسین نیروهای دولتی وقت و طالبان بیشترین تلفات را بر یک دیگر وارد کردند. 66,000 تن از نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور را 51,191 طالب و جنگجویان دیگر گروه ها نیز کشته شدند. 20 سال اخیر تلفات خوب ما دیدیم که حتی مادر بمب‌ها را استفاده کردند و همچنان حملات خودکش هم تلفات خود داشت، چون نبود که اونا نداشته باشه. از هر دو طرف ملت بیچاره افغان تلف شد. 47,245 غیر نظامی، 444 تن از کارمندان نهادهای مددرسان و 72 خبرنگار نیز جان باختند. بزرگترین صدمه را در افغانستان چی اردوی ملی، چی فلوس است، چی طالب است، کل گدبای افغانستان دیدن. کلگی با هم برادر بودن و اینا را که در این اختلاف انداختن تنها پروژه امریکا و بریتانیا و یهودیا بودن. صدمه و ضرر نهایی را مردم متقابل شدن، چی نیروهای امنیتی بوده باشه که قبلا بودن، چی طالبا کشته شده باشه و چی مردم عام، هم اینا افغانا بودن. بروز 30 ماه اگست سال روان میلادی، آمریکا با بیرون کردن آخرین سربازش از افغانستان حضور 20 سالش را در کشور پایان داد. درگیری های مسلحانه، حمله های هوایی، حمله های شبانه، انفجار موتربم ها، ماین های جاسازی شده در کنار جاده از رویدادهایی هستند که شهروندان کشور در دو دهه پسین گواه آن بودند. روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با آقای توفیق تماس، آگاه روابط بین الملل از آمریکا با ما وصل هستند. آقای تماس سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا از حال هوای تجلیل از 11 سپتامبر در آمریکا با ما بگوین. آیا امسال تجلیل از سالگرد 11 سپتامبر متفاوت است؟ چه رقم؟ سلام خدمت شما. ببینین
شکست لیبرالیزم غربی که بر سنگ پای ایجاد جامعه دموکراتیک پایریزی شده بود در افغانستان، 20 سال قبل حضور جامعه بین المللی به ویژه آمریکا، من فکر می کنم که بیشتر بر منافع استراتژیک ناتو و همچنان خودخواهی خود آمریکا بنا زده شده بود. آنچه که شما سوال کردین بدون شک بیش از حد تجلیل از 11 سپتامبر جامعه آمریکا را میبره به طرف یک وضعیت شکننده که با این خروج و با این شتاب و عجله که عملا توانست مثلا یک سیمای شکست بر آمریکایی‌ها ترسیم بکنه، بدون شک امسال رنگ و بوی سیاسی دیگه به خود. واکنش ها در داخل آمریکا چی بوده آقای تماس؟ بدون تردید که مردم بیش از حد تحت فشار قرار میدن. سوال خوب را شما مطرح کردین آقای بایدن. خب من فکر میکنم که مسئول شکست آمریکا تنها پروژه یا اداره آقای بایدن یا ترامپ نیست، بلکه آغاز عملی نظامی که طرح زیر آقای بوش آغاز کرد و بدون یک تعقل سیاسی، چون بر مبنای از این شما اگر فراموش نکرده باشین زمان که عملات 11 سپتامبر طراحی شد و بعد از او قبل از اینکه کنفرانس بن شکل بگیره، حتی مجوز سازمان ملل متحد در این رابطه باید به بررسی قرار میگرفت، آمریکایی‌ها و غرب داخل افغانستان شدن و این خودش یک تخطی عمده نشان میده. اما بدون تردید که من فکر میکنم از امور روز آقای بوش 6 ماه قبل از عملی نظامی آمریکا، اگر شما بخاطر داشته باشین، اونا گفتن که ما چیزی که سرش حال توجه میکنیم جنگ در افغانستان ختم شده، ما میریم به طرف بازسازی سیاسی یا نشنگ بیلدینگ، که خودش یک اشتباه محض سیاسی بود. ولی امروز آنچه که برعکس آقای بایدن میگه که ما برای بازسازی سیاسی نامدیم، یک تناقض عمومی را در بین سخنان رهبران سیاسی آمریکا در یک دهه قبل بیشتر به من نشان میده. از این روز من فکر میکنم دچار یک پراگندگی خاص رهبرهای آمریکا قرار دارن و قریب من فکر میکنم که اگر کانگرس خود آمریکا قرار است که انتخابات در سال آینده داره شود، وضعیت سیاسی افغانستان بیش از حد تاثیرگذاری خاص خود میتونه داشته باشه بر رای دهندهایی که دوباره اگر بخواین امروز، چون ببینیم هم دموکرات ها و هم جمهوریت ها در مجموع اختلافات نظر دارن که چطور بتونن که در انتخابات آینده کی کرسی های دیگه رو به دست میاره. ولی من بدون شک من فکر میکنم بعید به نظر میاد که دموکرات ها بتونن که باز اکثریت هم در کانگرس داشته باشن و هم در مجلس نمایندگان، برای اینکه وضعیت سیاسی افغانستان تاثیر برای اوضاع خود آمریکا قرار آقای تماس، اگر در سطح کلانتر، حالا در سیاست خارجی آمریکا، در سطح بین الملل بحث بکنین، در نظم جهانی چه تاثیر داشته و پس از این چگونه نگاه میشه به آمریکا؟ جهان، حالا کشورهایی که هم متحدینش بود هم مخالفینش بود، به آمریکا چگونه نگاه میکنن پس از این؟ و اگر برگردیم به همون بحث القاعده که یکی از اهداف آمریکا بود، اینجا آمد آقای بایدن بارها گفت که ما به این هدف رسیدیم، اما حالا وزیر دفاعش دوباره بحث القاعده را رسانه‌ای میکنه و انتقادها و موضع‌گیری ها در قبال القاعده هم هست، چگونه به این موضوع پس از این نگاه میشه؟ ببینیم بدون شک در فکر میکنم در تعریف و همچنان دید رابط بین ملل بیش از حد شکاف‌های عمیق سیاسی بین متحدین آمریکا و خود آمریکا بعد از این خروج عملا دیده میشه، برای اینکه بیش از حد تحت فشار قرار میده متحدین آمریکا را ناتو و اتحادیه اروپا، که عملا وجه آمریکا شدیدا ضربه خورده و همچنان دچار آسیب پذیری بیش از حد شده، برای اینکه خروج و عجله شتاب بی موقع زمان که آمریکا رها میکنن. بعد از جنگ ویتنام، بعد از بحران ویتنام، دومین شکست یا شکست بی برنامگی حتی میتونه بر شکست سیاسی خطاب کرد و فراموش نکنید که شکست سیاسی به مراتب فاجعه بارتر از شکست نظامی برای گبر قدرت مثل امریکا. و آل محمد قبلا هم گفتم ببینین بس سر از این خروج، خب یک طرف مسئله است، امروز میخواد که آقای بایدن تمام بار ملامتگیری بر دوش آقای ترامپ برده و آقای ترامپ میخواد که حتی از آقای بایدن
میخواد که کنارگیری بکنه، برای اینکه وضعیت نامطلوب افغانستان و همچنان خروج نیروها و همچنان همکارهایی که عملا در پلی آمریکا کار کردن زیاد صدمه وارد کرده از نقطه نظر روانی، از نقطه نظر جنگ سایلوژیکی. ولی از این لحاظ من فکر میکنم که بیشتر آمریکایی‌ها نیازمند از این هستن که چطور ترمیم بکنن. حالا که گپ سر خروج است و پس القاعده را شما مطرح کردین، ببینین مهار القاعده و مهار تروریسم تنها خلاصت به این نمیشه که شما با توپ تفنگ به میدان جنگ بین، بلکه از نقطه نظر روانی مبارزه با این پدیده نیازمند از این که شما با کارکردهای فرهنگی، با کارکردهای اجتماعی میتونین که شما مهار بکنین دشمنتان. تنها در این خلاصه نمیشه، برای که شما دیدیم که در ظرف 20 سال حضور نیروهای خارجی نتونست که در سر دو مسئله اینا مجبور مسئول بودن که خود آمریکای مسئولیت زیر گرفته بودن که ما جنگ ما با القاعده است و ما مجبور هستیم میره مهار بکنیم. خب درست است که بن لادن امروز اینا وقتی که یافتن در پاکستان حضور داشت، حتی جدیده میشه که باید آمریکا این مبارزه را از خاک پاکستان آغاز میکرد، چون ریشه و بنیاد اصلی تروریسم عملا این تهدید اصلی از طرف پاکستان بود و آمریکایی‌ها نتونستن که هم از نقطه نظر دیپلماسی هم از نقطه نظر سیاسی ریشه های اصلی که عملا تهدید میکرد و همچنان تغذیه میکرد، تمویل میکرد تروریسم و تروریسم تانست که شکست و اسباب فروپاشی خود آمریکا را در افغانستان مساعد بسه و یکی بود خود پاکستان بود، بلکه مبارزه باید از پاکستان آغاز میشد. وال که چون دیده میشه فراموش امروز نکنین شما برای خود آقای اقانی $10 میلیون اینا انعام ماده بودن، اما عملا امروز کار خود به عنوان وزیر داخله در افغانستان آغاز میکنه، این خود به خود تناقض کاری عرف و گفتار خود آمریکایی در رابطه با این مبارزه تحت سوال قرار میده. درست آقای تماس، یک موضوعی که در همین روزها در کنار این کالا بحث القاعده از سوی وزیر دفاع آمریکا مطرح میشه، اینجا در منطقه هم 6 کشور در مورد القاعده و داعش نگران است. چه جریان داره در پشت پرده وقتی در بازی قدرت‌های بزرگ نگاه میکنین؟ قرار است در آینده چی شود؟ ببینین بیشتر اگر برخی فکر میکنن که یک سیاست راهبردی آمریکا بود، چون خواست که مصروف بسازد چین، روسیه را و هند سر مسئله افغانستان و همچنان کشورهای آسیای میانه، من فکر میکنم که در این بازی عملا آمریکا شکست خوردن و این شکست شکست نظامی نیست، بلکه شکست مدیریتی و شکست سیاسی است. برای اینکه وقتی که اینا دیدن که عملا خب امی بازی اپراتیفی در ظرف 20 سال بازی چند جانبه اینه که عملا یا دولت سابقه افغانستان حمایت میکردن و هم طالب ها را حمایت میکردن و حتی در نهایت در سرانجام تونستن که طالب ها را آنقدر مثلا مغرور بسازن و همچنان از نقطه نظر بافت سیاسی مطرح بکنن در سطح بین ملی که اونا حتی تونستن که دولت قبلی افغانستان دور بزنن. خب ما کار با این نداریم، دولت قبلی افغانستان دولت ناکار بود، از نقطه نظر بافت های ظرفیت های اداری بیش از ضعیف بود، اما ببینیم اینجا بس سر مسئله سرنوشت یک ملت بود. وقتی که اینا آمدن متحد بیشیدن که ما در زمینه ثبات سیاسی در افغانستان، در زمینه تامین امنیت، در زمینه ایجاد اشتغال کار بر مردم افغانستان اینا وعده هایی که دادن، اما در انتهای کار شما دیدین که مردم افغانستان زیر خط فقر به سر میبره و همچنان از نظر بافت سیاسی کشور بی ثبات است و عملا هیچ کشور تا بالا نتونسته که به رسمیت بشناسه ساختار سیاسی که عملا طالب ها میخواین که در شکل دی یک دولت دیگه اقدام بکنن. آقای تماس، همونطور که عملکرد آمریکا در افغانستان مورد پرسش و انتقاد هست و همونطور کسانی که با آمریکایی ها شانه به شانه رفتن در همین دو دهه در داخل افغانستان حکم راندن، در مورد اونها مردم قضاوت میکنن، حتی در گزارش ما انتقادهای شدید به آدرس اونا بود، من پرسش اینگونه میپرسم که از همه 11 سپتامبر آمدن آمریکا و رفتنش، درس هایی که افغان ها میتونن بیاموزن چی است؟ ببین به نقطه بسیار شما خوب اشاره کردین. بحث اولی است که ما باید خود حداقل بتونیم از وابستگی اقتصادی خود خلاص بکنیم، رها بکنیم و این خود به خود نشان میده که همبستگی و اتحاد در داخل و همچنان ایجاد یک اجماع ملی میتونه که ما را دیگه هیچ وابسته به بیرون ها نکنه.
برای ما تجربه تلخ داشتیم از ام در دهه 90 زمانی که شوروی ها عملا در افغانستان آمدن و پشت حکومت دکتر نجیبی را خالی کردن و همچنان آمریکا، چون خب بحث ایدئولوژیکی یک چیز مسئله جداست. وقتی که حکومت دکتر نجیبی لایی یا پایه های اساس حزب دموکرات خلق افغانستان بر مبنای یک ایدئولوژی رسم شده بود، اما اینجا بحث تروریسم بود که آمریکایی‌ها خود متحد دانستن. حتی بعد از خروج نیروهای شوروی عملا ابتکار عمل آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دست گرفتن. اینا بودن میگفتن که حداقل می شوروی‌ها افغانستان ترک بکنن، ما در ایجاد یک جامعه باثبات، ایجاد یک جامعه مرفه برای افغان‌ها کمک می‌گیریم. اما امروز دیده میشه که اینا هم پشت مردم افغانستان خالی کردن و انتهای کار از این است که شما ببینید یک کشوری که استقلال اقتصادی نداشت بدون شک استقلال سیاسی هم نمیتونه داشته باشه. برای اینکه ما نباید باید منتظر از این باشه سرنوشت سیاسی مردم افغانستان از زیر چشم واشنگتن، پاریس، مسکو یا پاکستان رقم بخوره. آقای تماس، بله آقای تماس، اولویت ها چی باشه پس از این وقتی افغانستان میتونه با جهان تعامل داشته باشه و با جهان بتونه زندگی مسالمت آمیز داشته باشه و جهان هم یک نگاه خوب برای افغانستان داشته باشه، چی چیز میتونه باشه؟ خب بدون شک من فکر میکنم قبل از هر چیز دولتی که در افغانستان شکل میگیره و قرار است سنگپایه‌های زی عملا در هفته یا هفته های آینده در افغانستان عملا مثلا در دسترس کار قرار بگیره، مهم چیزی است که اول اینا مشروعیت داخلی از بین مردم باید ایجاد بکنن. تا زمانی که یک دولت، یک ساختار سیاسی مشروعیت مردمی نداشته باشه نمیتونه که توجه دنیا رو به خود جلب بکنه. هر ملتی که در پشت او دولت استاد باشه، چی دولت تکنوکرات باشه، چی دموکرات باشه، چی بر پایه ایدئولوژی اسلامی سوار باشه، مهم نیست که اینا حمایت مردمی داشته باشن. زمانی که حمایت مردمی داشته باشن پس در مورد چگونگی نظام مسئله جداگانه است و او بعداً در قدم دوم میتونه مطرح شود. اما مسئله اساسی ای است که مشروعیت در داخل باید تامین شود و همچنان ضروریات یک ملت بر اساس خواستای از او برآورده شود. برای اینکه تنها مثلا کافی نیست که امروز شما هر دولت مثلا یا هر سیاست مدار مثلا بتونه که با زور و از زور ملی تفنگ نه دموکراسی در افغانستان آورده میتونه و نه اسلامیزم رادیکال در افغانستان میتونه پیاده بکنه. اصل از مهمی است که مشروعیت در داخل بتونه که حمایت مردمی را مثلا قسم کسب بکنه که مثلا مردم استاد شه و بگن بله یا مادر پشت دولت استاد. سپاسگزارم. دقیقاً هر چقدر که بحران تشدید بفهم و پیچیدگی صحبت رفته دیگه برای من فکر میکنم که منزوی شدن یک دولت بسیار 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 میتونه که به نظر برسه و همچنان ما نمیتونیم درست داشته باشه. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای توفیق تماس، آگاه روابط بین الملل از آمریکا با ما بودین.